وقتتان بخیر و این پس از خبر خوش آمدید آمریکا با توسعه بندر چابهار مخالفت نمی کند حالا نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در سفرش به هند گفته است که پروژه چابهار انجام شده است و آمریکا دولت هند را در این زمینه همکاری می کند در همین حال وزارت اقتصاد افغانستان این بندر را در زمینه تجار... رشد تجارت افغانستان مؤثر میدونه با چون این وضعیت حکومت افغانستان چقدر آماده استفاده از این بندر هست واقعا تا سال 2019 این بندر بگونه کامل به بهره برداری سپرده خواهد شد آنچه که ادعای هند هست و تاکید هند هست بر آغاز کار کلی و یا هم عمومی و یا استفاده کلی از این بندر تا سال 2019 و چقدر میشه باور کرد که آمریکا چابهار را بخشی از تحریم های خود قرار نده آنچه که آمریکا حالا از برجام پای کشیده است با چون این وضعیتی آینده اقتصادی افغانستان چگونه خواهد بود پس از وقفه پس از گزارش وقفه کوتاه در دام برمیگردیم به بحث نیکی هیلی در دیدارش با نخست وزیر هند گفته است که واشنگتن به با گونه حصولی با سرمایه گذاری در بندر چابهار مخالفت ندارد نماینده آمریکا در سازمان ملل بندر چابهار را برای رشد بازرگانی میان افغانستان و ایران موثر خوانده گفته است که این پروژه باید انجام شود و آمریکا در توسعه با هند همکاری خواهند کرد قطنش ها کم باشد و برای مترافه همکاری و بر نفع اقتصادی افغانستان هست وزارت اقتصاد افغانستان استقبال میکنه و در عین حال هم این باعث میشه که در ثبات اقتصادی در منطقه هم نقش داشته باشه و همگرایی اقتصادی منطقه را تقویت بکنه بر اساس طرح توسعه بندر چابهار این بندر به گذرگاهی تبدیل می شود که از یک سو زمینه بازرگانی میلیون ها دلاری میان سه کشور را فراهم کرده و از سوی هم افغانستان را به آبهای جهانی وصل و از وابستگی کشور به پاکستان میکاهد. بدیلی است برای راهی ترانزیتی بین پاکستان که پاکستان سالها میلیون دلار تاجرای تجار، ما متضرر میشد از طریق راه پاکستان بنان استثنا قرار دادن یزی میتونه در افغانستان یک تحصیل بسیار کلان و مثبت ایجاد بکنه اما حجم بازرگانی هند و افغانستان به 600 تا 700 میلیون دلار برسد که بخش بزرگان از رای بندر واگه صورت میگیرد اما امضای تفاهم نامه‌ها میان سه کشور میتواند استفاده افغانستان از بندر چابهار را موثر سازد کارهایی که باید مربوط به ایران است سزله حذی ظرفیتی خود چابهار و انتقالات مربوط به هندستان است ی باید عملی شه ما بیشتر هم گفتیم عل میگیم که یک پروتکل سه جانبه و یک فهرست سه جانبه از از اجرات و از وظایف باید در بین ایران و افغانستان و هندوستان امضا شوه هر تعهدات قرارداد ولو امریکا باشه یا ایران باشه یا پاکستان باشه اگر ما داخل باشیم یک سیاست قوی بازی کنیم این به ماست سال پار افغانستان، ایران و هند موافقتنامه سه جانبه چابهار را امضا کردند که بر بنیاد آن افغانستان و هند از طریق این بندر می توانند مبادلات بازرگانیشان را انجام دهند. بعد تازگی هم این اعلام کرده است که تلاش برای بهره این پروژه تا سال 2019 دارد. خوش آمدید در این پس از خبر آقای غلام محمد یلاقی وزیر پیشین تجارت و صنایع در استودیو با ما هستند و تا دقایق دیگر هم جناب تاج محمد تلاش آگاه اقتصادی هم با ما خواهند پیوست و بیشتر در مورد چراغ سبز آمریکا در قبال عدم پوشش تحریمی بندر چابهار با ایشان صحبت میکنه حکومت افغانستان حالا چقدر آماده استفاده از این بندر هست و آنچه که امنیت افغانستان هست مشکلاتی که در داخل افغانستان از بود امنیتی هست چقدر این میکنه به استفاده از این بندر شکننده تمام شد اما پرسش های فراتر از این واقعا پاکستان در برابر هندستان در استفاده است این بندر ایستاده نخواهد شد و چه مشکلات دیگری میتونه باوجود وجود آید بیشتر با آقای ایلاقی بحثم را آغاز میکنم خیلی خوش آمدید ممنون از اینکه تشریف آوردین جناب استاد حالا این بحث را از اینجا آغاز کنیم که چابهار بر افغانستان چقدر مهم بوده میتونه تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما و همکاران محترمتان و به بینندگان محترم تلویزیون پربیننده آریانا شبکه خبری آریا باید بگویم که اساسا تجارت شما خبر دارن تجارت خارجی به سه کتگوری تقسیم میشه واردات صادرات و ترانزیت که هر سه از در, انکشاف تجارت و اقتصاد یک کشور اهمیت خاصی داره مخصوصا برای کشورهای نظیر افغانستان که مهاد بخشک است و در گذشتم هم در انصار یک بندر کراچی یا واگه قرار داشتیم که متاسفانه اکثر کشور دوست و همسایه ما پاکستان تا به خود میخواست میساخت و اکثرا در اونجا بندش به وجود می آمد. باز در اونجا دمریج با و ورفه جنورا اضافه میکردن که تاجر ما از یک طرف مالش مطل میشد به تاخیر میافتاد خراب میشد از طرف دیگه مصرفش زیاد میشد و به این صورت زیاد متزمیلیون دلار تجاری وارداتی و صادراتی ما متضرر میشود و همچنین صادرات ما وقت میرفت در اونجا دوباره پروسس میشد و با تاخیر مواجه میشد چون به شما معلوم است که صادرات ما اکثر انوال زود فسادپذیر است زود فسادپذیری دارند از این خاطر اینا خراب میشد کیفیتش وقتی در بازارهای اند جای دیگه میرسید و کیفیت عالی نداشت در مسیر را فاسد میشد بله در مسیر را فاسد در مسیر را فاسد میشد بله بندر چابار یکی از بنادر است که شده میتونه که یک بدیل بسیار خوبی برای بندر کراچی باشه اگر چه کراچی یک بندر عنانوی است تجار ما به او عادت داره و بعضی امتیازاتی که داره, داره قابل توجه است اما بندر چابار نظر به که از یک طرف در اونجا سرمایه گذاری سه کشور هند افغانستان و ایران صورت گرفته و این در در کمک به اقتصاد افغانستان است و در اینج یک اندکسر مې گذوری 500 میلیون دالر رانجام را دوت کې ولې ووت توان بربری بندر چابهار اضافه شده و در این حال مقامات ایرانی تقریبا 250 جریب زمینه بر اختیار تجار افغانی قرار داد حتی در وقت که من مسئولیت وزارت تجارت داشتم در سفر که با اونجا داشتم اونا بسیار امتیازات خوب بر تجار ما میدادن و در وقت یک تاجر ما حاضر شد که حتی در اونجا زمین بگیره و حتی یک کشتی بربری را به اجاره بگیره که همیشه هم او بیاره بندر چابار از خاطر از که از یک طرف کوتاه‌تر است خو اگر شی در بعض خبرها گفته میشه که 700 کیلومتر کوتاه‌تر از کراچی است نیست فاصله بندر چابار از زرنج ما و شما یا نمروز 700 کیلومتر است در حالی که از کراچی تا جلال آباد بیش از یک هزار کیلومتر است. از این خاطر ام فاصله کوتاه میشه و هم مصرف تمام شد کاهش پیدا میکنه. این در حقیقت بین 500 تا یک هزار دلار تجار ما اینجا صرف جویی میکنه. از هر کنتینر مالکه. بله، هر کنتینر مالک اینجا میرسه. و از طرف دیگر این بندر با تفاهماتی که به وجود آمده انشالله در آینده تابع امیال سیاسی نخواهد بود. و ما در این ای روزا تشویش داشتیم که اگر تحریم های امریکا که در مقابل ایران صورت گرفته نشوه که تاثیری بر تجارت ما یا ترانزیت ما از بندر چابهار صورت بیده دکن سوال امین هست آه آه حالا واقعا امریکا در دراس مدت مانی و یا هم صد واقعی نخواد شد یا با کار بندر چابهار مخالفت نخواد کرد یا مشخصا وارد بله تحریم ها نخواد بله خو یک خوشخبری است که ایلمل نماینده امریکا در سازمان ملل متحد گفت که نه ما باید این کمک میکنیم همکاری میکنیم و این بندر بر اقتصاد افغانستان بسیار موثر و مفید است از این ما این تایید میکنیم این می یک خبر خوشش و در عین صورت با ارتباطات خوبی که امریکا با افغانستان داره و در توسعه اقتصادی افغانستان کمک میکنه پس بودن چابار بر انکشاف اقتصادی از جمله سکتور زراعت از سکتور تجارت و صنعت ما بسیار مفید است از این خاطر ما امیدوار هستیم که تابع امیال سیاسی نشوه اما مشکل عمده ای که در اینجا وجود داره افغانستان در دا سالهای اخیر بسیار تلاش کرد که مشکلات ترانزیتی را حل بکنه در سجوی امکانات دیگه برامد مثلا پروژه تاپی پروژه کاسای اگزار و مسئله ترکمنستان و تاجکستان اینا یارای یک لاجورد همیشه سهولت های ترازیتی بود که دولت افغانستان مد نظر گرفت اما متاسفانه اکثر از این پروژه تمشوار باقی ما تانوز عملا کار صورت نگرفته چنانچه ما از مقامات خود افغانی شنیدیم که پروژه تاپی تا یک مدت متق قرار خواد بود که مشکلات امنیتی است مشکلات تکنیکی است ایده تشریح نکردن او مشخصا بله. بین که اول بحث آمریکا را حل کنیم در ادامه بله. میایم روی موارد داخل افغانستان بله. فکر فکر کنید با چون چنین وضعیتی برخی دیدشون این است که میگه سال که از بهارش پیداست آنچه که در گذشته آمریکا پای بله. خود را از برجام کشید در گذشته تحریم های دیگر هم بر ایران وضع کرد چه زمانتی وجود داره که حالا آمریکا نبیایه و این را وارد چابهار را وارد تحریم های خود نسازه؟ اول خود در پروژه شما میفهمید سرمایه گذار کلان هند است و کشور که از این میبره افغانستان است و این هر دو کشور مناسباتش با امریکا حسنه هست از این خاطر ما گمان نمی کنم که ما مسئول از این تحریم قرار بده در او صورت در روابط اقتصادی و دوستانه که داریم شاید خط دار شود و امیدواری همامی است و شما می فهمید که اند امروز یک کشورهای بسیار بزرگ اقتصادی منطقه و جهان است در جمله 20 کشور سنتی جهان شامل است پس روابط خوبی که اند با امریکا داره من فکر میکنم که تاثیر بیاندازه بر ازی امریکا ما را در این قابل نسازه اما هیچ نوع وجود نداره هیچ واقعا زمانت وجود نداره که همیشه ما شما دیدیم در ارتباط بندر کراچی همیشه پاکستان زمانت میداد همیشه وعده بسیار قطعی میداد با سوی رئیس جمهور اما وعده آخر که دلش میخواست یک مشکل را خلق میکرد یه هم از میتونه اما من فکر میکنم که امریکایی ها با روابط خوبی با این داره با ما داره شاید ما را از این مشکلات ریایی ببخشه و ما را متاثر نسازه اما چیزی که مهم است برای ما که ما چطوری را خوب مدیریت میکنیم اما طوری مدیریتی که در دیگه پروژه کردیم نتونست موفق باشیم پس بین اگر زیابی کنین واقعا توانایی مدیریت این مهم در حکومت افغانستان هست؟ من شک دارم شخصا شک دارم, دارم؟ چون از اون خاطر وقتی که من مسئول وزارت تجارتم بودم در ارتباط بسیار کوشش کردیم مثلا ما قرارداد ترانزیتی را با و تجارتی را با پاکستان امضا کردیم در وقت ما تمام مراحل در مسئولیت ما انجام شد و پروژه اپتا امضا شد اما تا امروز ما شما میدانیم که یک قدمی هم دویسته برداشته نشده تازه دیروز خبرای میرسه که پاکستان و افغانستان مذاکره داره که این مشکلات حل بکنه در حالی که من متیقن هستم که این زودی می ای حل نمیشه تنها چون پاکستان آل یک بدیلی بره بندر کراچی و گواده پیدا کرده چابار شاید بتانه ایک سلا برای افغانستان به وجود بره که وام صرف بخاطر تخریب بندر چابار است و از طرف تکه ما شما که پاکستان همیشه ایره تخریب کرد چون منافعش است در وقتی که خطیانه زرنج دلارام ساخته سرک دلارم زرنج دلارام ساخته می شد کردن طالب های نفر کارگره کشتن شهید کردن پس اول ما فکر میکنیم که مشکلات امنیتی مواجه خود ما با مواجه خود شدیم و باید دولت افغانستان ای پروژه را که پروژه حیاتی برای افغانستان است. هم از طریق سیاسی مدیریت بکنه و ام طریق اقتصادی و امنیتی. آمریکا گفته که حالا با پاکستان صحبت خواهد کرد که دست از حمایت از حراس افغانی برداره با وجودی که آمده پاکستان در لست بله. کشورهای خاکستری آمده بله. یا در فهرست کشورهای خاکستری آمده اینا را وادار خواهد ساخت یا امروشون صحبت خواهند کرد که در این پروژه به قول دست درازی و دست نکنه فکر میکنین واقعا پاکستان هند را اجازه خواهد داد که از این را بتانه به آسیای مرکزی بله. داد و سطح داشته باشد بله. و از اونجا به خود خب در این پروژه خب همونطور که ما نفع میبریم هند هم نفع میبره و ایران هم نفع میبره اموال صادرات زنا به هزینه کمتر و به وقت کمتر به با بازار آسیای میانه میرسه و مدخلم ول از اونها از اون طریق با بنادر دری دیگه کشورها اتصال میده اما خود درست است اما پاکستان همیشه منافع خود ترجیح داده با روابط خود با تمام کشورها از همین خاطر ما شما میبینیم که روز تریم میشه روز در سیاق قرار میگیره اما امریکا امروز در این مسئله توجه داره و امریکا مسئولیتش است چنانچه پروژه ابتاره با تلاش و وساطت هر کلنتون مامن رئیس جمهوری وقت امریکا امزا شد اگر امزا اما تا حال نشد از این خاطر ما فکر میکنم که مدیریت بسیار قوی از طرف ما کار داره و هم تلاش خوب هند در اینجا ضرورت است که ما بتانیم پاکستان قانع بسازیم که در اینجا اراس را به تخریبکاری کاری به افغانی در مازف نسازه و از طرف دیگه ما با ارتباطات خوب خود و با ارتباط جدی و سیاسی و امنیتی با امنیتی را, را بگیریم در غیر از تشویش یک مسئله متاثر شدن از های اقتصادی حیران از طرف امریکا که باز با غمی صحبت نماینده ایالات ام متحده امریکا در سازمان ملل متحد تا اندازه کاهش پیدا کرد اما باز ما خطرات دور از واقعیت نمیدانیم پس در چنین وضعیت جناب استاد بین روی وضعیت حاکم در افغانستان هم اندکی تمرکز داشته باشیم یا کنیم بین بگن گفتم میشه که از آغاز کار پروژه چابهار یا بندر چابهار و ناامنی در مسیر فراهلمن بیشتر شد, شد. این ای ای مسیر چقدر میتونه شکننده باشه به خاطر داد و ستد از این بندر واقعا تاثیر بسیار منفی خود داره تشویش هم از, از مدرک موجود است و همطور گفتم پاکستان به صورت یقینی با تمام تاوده که بکنه در ایرا تخریب کاری میکنه اما ما چطور میتونه میره حکومت افغانستان بکنه. چه کار کرده میتونه حکومت افغانستان میتونه با تخصیص یک گروپ ویژه امنیتی بتونه امنیتی پروژه را به صورت دقیق بگیره چون پروژه گفتم پروژه حیاتی برای مردم ماست و اگر این ناکام شود در حقیقت باز ما متوجه بندر گادر و کراچی خواد بودیم که هر روز باز باز یک نیرنگ نوی رساس خواد کردن میلیون ها دلار حالا سرمایه گذاری شده اینجا بله. فکر میکنین که واقعا جان شهروندان افغانستان یا بازرگانان افغانستان اینجا حداقل تضمین خواهد شد که اینا کشته بله. ما در داخل پایتخت حتی داریم که ب... تاجران و یا هم بازرگانان و سرمایه گذاران ترور میشن ولی. در مسیر این را ولی. چه زمانت وجود داره پیشر خب ارز کردم کمی تشفیش وجود داره جدی وجود داره اما گفتم ما با ما میشه این کار را حل کنه یا نه گزینه سیاسی اینجا ارجحیت میتونه داشته باشه بله. چون امریکا گفته میشه بله. تاثیر مستقیم بالای پاکستان داره بله. و میتونه هر حرف خود را بالای پاکستان به قول بقبولانه حالا اگر از گزینه سیاسی بیشتر استفاده شود تا موارد دیگر موثرتر نخواهد این واقعا است ما خود شما در قسمت گفتار خود گفتم که اول اولترین اقدام میتونه یک مدیریت سیاسی قوی باشه امریکا درست امروز میتونه گپای خود سر چیز سر پاکستان اما همیشه که امریکا صحبت های داشته امرو پاکستان واده داده عمل نکرده چنانچه شما میبینید در مسئله مذاکرات سول در مذاکرات مبارزه با ایراس و غیره و مبارزه با قلش مق... مخدر همیشه به امریکا واده داده اما باز وقتی دلش نخواست منافعش ایجاب نکرده عملی نکرده چون متاسفانه به طور که با شما معلوم است سیاست در پاکستان به دست نظامی ها است در اونجا نقش عمده خود داره اما و اون هم منافع خود داره در بند با تجار مربوط با وارد کننده و صادر کننده ما مربوط و بعضی عاملان اقتصادی نمیتونه سیاست مدارای افغانستان و چه پاکستان یا حکومت ملکی از تاثیر بسیار خاص خود داشته باشه اما ما امیدوار هستیم که این بار روز در اخبار میشنیم هر روز در میخوانیم که حکومت افغانستان فعلا خوشبینی نشان میده کرده فعلی حکومت پاکستان که خدا کنه واقعیت داشته باشه و اگر نداشته باشه باز فرموده شما که این مشکلات باقی خواهد بود اما جناب استاد اینجا هند گفته که تا 2019 از این بندر استفاده کامل خواهد شد یا این بندر به بهره برداری کامل سپرد خواهد شد فکر میکنین چقدر زمین مساعد است و موفق خواهند شد با شما معلوم است که اکثر توقعات ما تعلیل ما روی و های اساسی و سوار نیست ما زیادتر شواری صحبت میکنیم اینجا صحبت زیادتر خوشبانه خوشبینانه صحبت میکنیم اما واقع داخل افغانستان زیاد در نظر گرفته نمیشه حال شما ببینین ما در ظرف چهار سال نتانستیم حتی تفاوت های نظر یا عدم توافق و نظری که در حکومت وجود داره با ما مو موفق شدیم که رفع در برخی موارد حتی روی برنامه اقتصادی؟ بله با این تاثیرات منفی خود سر برنامه اقتصادی شامل تجارت و صنعت نامشه داره از این خاطر من فکر میکنم که این تشویش ها واقع داره اما آله با مو فضایی که در تلویزیون ها و در رسانه خبری میبینیم شاید با آمدن رئیس تا در ارتش پاکستان در افغانستان در این موارد هم صحبت شده باشه و از این با روابط اند پاکستان و اند در اینجا منافع کلی خود داره واقعا او هم اقدامات خود میکنه چه خواهد بود که اگر اقدامات سیاسی ما و دیپلماسی ما با اقتماد دیپلماسی و سیاسی اند مشترکان و توهم باشه و اینا بتانه کشور بزرگ ایالات متحده امریکا را وادار بسازه که سری مقامت پاکستانی فشار بیره که دیگه بس از خون ریزی برادر کشی بس از ملت افغانستان را قطر کردن تا تا بیش از سی سال شد که ما از این طرف صدمه میبینیم و هر روز اولادای ما در خاک خون خود حکومت افغانستان آرام بوده، اما یک مورد مهمتر از این فکر میکنین اگر این پروژه عملی شد و چابهار به بهره برداری سپرده شد در 2019 اونچه که هند تاکید میکنه و ادعا داره فکر میکنین که میزان وابستگی افغانستان به پاکستان پس از آن چند درصد خود بود؟ بله یه خوب واضح است که به صورت به فرصده قابل ملاحظه کاهش پیدا خواهد کرد اما من فکر می کنم که رای خوب می بود ما گفتم دیپلماسی فعال که ما از نظر از طریق دیپلماسی فعال پاکستان هم اطمینان داده بیتنه که ما کاملا خود متکی به بندر چابار نمی سازیم چون شما وزیر بله. پیشین تجارت صنایع بودین بله بله بله. و استاد اقتصاد هم بله بله بودین نیاز هست که اما میزان وابستگی افغانستان را اگر سیوی از شما داشته باشیم که چند درصد خود بود حالا وابستگی کاملا کاهش خواهد یافت بله. و درصد بلند انوز هم وجود این سوال عمده است امیال واردات و در قدر در با ما در حقیقت در حدود 80 فیصد به بندر کراچی و پاکستان ارتباط داره و اگر ما هر قدر کم بکنیم به نفع ما است ما درست است توقع داریم که بندر داری چابار تا سال 2019-2020 بتونه با کاملا مشکلات ما را حل کنه کاش که در واقعیت بپیمنده اما هر قدر ما وابستگی خود از بندر کراچی و پاکستان کمتر بکنیم به نفع ماست از این خاطر رو گفتم با دیپلماسی فعال با اونا از یک طرف اطمینان داده شوید که بندر کراچی کاملا از اساس تجاری افغانی خلاص نخواد بود باز امتیازات کونا داره باز مناطق ما ترجیح می تکمول خود از اونجا بیاره ممنون. لطف کردین جناب غلام محمد ایلاقی وزیر پیشین تجارت صنایع افغانستان از که تشریف آوردین و بیشتر در مورد شکر. چابهار بحث بسکن. ممنون از شما. تشکر از شما ممنون جناب تاج محمد تلاش واگوی اقتصادی را هم دعوت کرده بودیم اما با تاسف که نتونستن به این بحث بپیوندن تا درود دیگر